سلام مروکس، ببینین کی برگشته. علی انکی به تخمم. آقا امروز با یه ویدئوی راهنمای دیگه میخوایم که همه رو از خواب غفلت و جهالت نجات بدیم. امروز توی این ویدئو میخوام بهتون بگم با توجه به بودجه‌ای که دارین کدوم دیوایس، کدوم وسیله واسه گیم بازی کردنتون بهتر و به صرفه تره، کنسول، پی سی یا لپتاپ گیمینگ. بچه قبل از که بریم سراغ ویدیو خیلی ممنون میشم اگه یه دقیقه وقت بذارین چنل منو سابسکرایب کنین، یه تپه محکم بزنین به زنگوله نوتیفیکیشن این بغل و چنل منو به دوستاتون معرفی کنین و منو تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنین. بیش از این زر نمیزنم، بریم سراغ ویدیو. اول بریم سراغ تفاوت اصلی همه اینا. خب ببینین، کنسول اسمش روشه دیگه، یعنی روش که نیست ولی منظورم متوجه میشین دیگه. باز که پریوت شدی. منظورم اینه که فقط برای گیمه، یعنی کار دیگه با کنسول نمیتونیم بکنیم. درسته یه برازری داره، شاید بتونی یه وبگردی هم بکنی که البته به درد نمیخوره، ولی اگه شما یه پی سی لپتاپ گیمینگ بخرید علاوه بر گیم بازی کردن تو میتونید همه کارهای روزمره تون رو انجام بدین. یوتیوب گردی، استریم دیدن، کار با فتوشاپ، ادیت فیلم یا حتی استریم کردن. بنابراین همین اول ویدیو نتیجه میگیریم که اگر فراتر از گیم میخواین حرکت بکنین، مثلا میخواین ادیت فیلم یاد بگیرین یا کار با فتوشاپ و به فعالیت‌های روزمره‌تون بیابزایید، بهتره که سراغ پی سی یا لپتاپ گیمینگ برید. پی سی و لپتاپ هر کدوم یک سری مزایا دارن و یک سری معایب دارن. مزایا و معایبشون چیه؟ به جز ایران بقیه جاهای دنیا بستن پی سی، یعنی اینکه شما کارت گرافیک رو جدا بگیرین، سی پی یو رو جدا بگیرین، در همه جای دنیا به صرفه‌تر و ارزان‌تر از لپتاپ به وجود میاد. اما اینجا ایران داداش با کل دنیا فرق داره. ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. در واقع الان که من اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم، خریدن یه لپتاپ گیمینگ از لحاظ اقتصادی خیلی میتونه به صرفه‌تر باشه. البته نمیدونم، شاید تا زمانی که این ویدیو آپلود بشه کلا قضیه برعکس شده باشه. چرا ما ایرانی ها دوست داریم هی بمالنمون؟ ولی لحظیش هم که تو ویدئوی قبلی گفتم اینه که ماین کردن خیلی رو بورس این روزا توی بازار و همین باعث شده که قیمت کارت گرافیک به طرز فجیع افزایش پیدا کنه. مثلا کارت گرافیکی که من خودم چند وقت پیش برای دوستم خریدم RX 580 بود که قیمتش هلوهش 8 تومن توی بازار بود و اکثر گیمای روز دنیا رو با کیفیت خوب جواب میداد. همه RX 580 امروز قیمتش تو بازار 20 میلیون تومنه و اونجای قشنگ جر میشه ماجرا که من این کارت گرافیکو با دلار 32000 تومانی خریدم 8 میلیون تومان. الان که دلار 25000 تومانه این کارت گرافیک 20 میلیون تومانه. لکان بازی بشه، هرونزادگی بشه. اگرم بنی سراغ کارت گرافیک های قدیمی و دست دوم که کلا قافیه رو باختین، چون اول اینکه معلومی صاحب قبلی این کارت گرافیک چه بلایی بر سرش آورده، آیا ماین کرده، اوورکلاک کرده، کلا ممکنه صاحب قبلیش آدم ناشی بوده که اونجا رو کاملا به فاک داده باشه. ضمن اینکه اگرچه یک کارت گرافیک قدیمی مثل GTX 1070 قدرت زیادی داره معادل کارت گرافیکی مثل 2060، ولی بازیهای جدیدی که میان با کارت گرافیک‌های جدید بهینه‌تر و آپتیمایزترن. به خاطر همین فقط صرفاً قدرت روی کاغذ یک کارت گرافیک رو نباید در نظر بگیریم و از اونجایی که بازیهای جدیدی که میان با کارت گرافیک‌های جدید بهینه‌ترن، دیگه خریدن کارت گرافیک‌های دست دوم ابلهانه و کسخلانه است. توی ویدئوهای قبلی بررسی کردیم اگه شما بخواید یه پی سی گیمینگ اقتصادی ببندین، ما معمولی ترین کارت گرافیک مثل 1650 حداقل باید 30 میلیون فقط هزینه کیس بکنید و خب 7 8 تومن هم کیبورد و ماوس و مانیتور، یعنی شما با 38 تومن میتونین یه پی سی گیمینگ خیلی معمولی ببندین که بازی‌ها رو با فریم خیلی معمولی بازی کنید و کیفیتشون هم بزنین رو مدیوم نه اوترا. تازه با 38 میلیون تومانی که بعدا الان هیچ کدوممون نداریم ولی با هم 38 تومن شما میتونین برین یه لپتاپ گیمینگ فوق العاده خفن بگیرین که کارت گرافیکی مثل RTX 2060 روش باشه. RTX 2060 الان تقریبا همه بازی روز دنیا رو با کیفیت خوب جواب میده، بالای 60 فریم. به خاطر همین مثلا با یه بودجه مثل 38 تومن 35 تومن این پولا خرید لپتاپ گیمینگ بهتره پی سی گیمینگ. اگرچه قدرت لپتاپ با قدرت پی سی اصلا قابل مقایسه نیست، قدرت پی سی به مراتب بیشتر از لپتاپ، هم لحاظ ادیت فیلم هم لحاظ گیم بازی کردن. مثلا کارت گرافیک RTX 2070 روی لپتاپ قدرتش معادل کارت گرافیک RTX 2060 روی پی سیه.
به همین تخماتیکی. ولی خب لپتاپ شما میتونید با خودتون همه جا ببرید دیگه، شما نمیتونید پی سی تون رو مثل دستخر بذارید رو کولتون وقتی میرید مسافرت با خودتون ببرید، ولی لپتاپ چیز ساده ای میذارید زیر بغلتون هر جای ایران که برید میتونید همراهتون داشته باشین. میخواین برید خونه عمه خاله دایی عمو بریخت همشون متنفری، وقتی میرید خونه عمتون دوست ندارین ریخت کری شوهر عمتون رو تحمل کنین، میخاطر همین لپتاپتون رو با خودتون میبرید میذارید رو میز ناخوری عمه بازیتون رو میکنید و شوهر عمتون رو به تخمتون هم حساب نمیکنید. این کارو با پی سی نمیتونید انجام بدید. اما اگه شما یه لپتاپ معمولی یا کامپیوتر معمولی دارین که کارهای روزمره و کارهای مدرسه‌تون رو باهاش انجام میدین، وبگردیتون رو میکنین، فقط دنبال یه دیوایس واسه بازی انجام دادن، خب کنسول قطعا به صرفه تره. البته وقتی از کلمه به صرفه استفاده میکنین منظورمون کنسولای نسل جدید نیست، چون که PS5 500 دلاری الان توی ایران بین 20 تا 25 میلیون تومانه، یعنی 20 میلیون تومان هم بعیده گیرتون بیاد. همین قش شخمی. Xbox Series X هم که اونم 500 دلاره الان 18 میلیونه. چجوری جفتشون 500 دلار هم بعد یکیش 18 تومن یکیش 25 میلیونه؟ چرا هیچ قاعده ای نداره این قیمت های تخمی؟ قضیه اونجا خوشگل تر میشه که کارت گرافیک RTX 3070 یک کارت گرافیک فوق العاده خفنیه، اونم قیمتش تو بازار 500 دلاره، ولی تو بازار ایران الان داره 60 میلیون تا 70 میلیون معامله میشه. چرا؟ خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. اگه پول دارین کنسول نسل جدید رو بگیرین که خب بگیرین دیگه، اصلا با چی دارین این ویدیو رو نگاه میکنین؟ همین الان قطع کنین برین یه PS4 یا Series X بگیرید. ولی بندی خبر خوشو بهتون بدم که الان قیمت کنسولای مثل PS4 و Xbox One تقریبا معقوله. معقول نسبت به بازار ایران میگم، نه نسبت به بازار جهانی. یعنی شما الان با 7 8 9 تومن میتونین یه PS4 بخرین، با 6 7 تومن میتونین یه Xbox One S بخرین. میدونم کنسولای نسل قدیمی هم، ولی اگه هدفتون بازی کردن باشه، این همه بازی جدید حداقل تا یکی دو سال دیگه واسه این کنسولا میان، شما میتونید از این بازی لذت ببرید. خبر خوب این که جدیداً آخرین نسخه هک PS4 هم اومده و شما میتونید خودتون PS4 رو بگیرید، بازی‌ها رو دانلود کنید، نصب کنید. جدیدترین بازی مثل لاست اوف اس 2، اسپایدرمن، مایز مورالز، گوست اف سوشیما، همه اینا کرک شده روی PS4 و میتونید مجانی بازیش کنید. ولی اینو در نظر بگیرید، اگه بخواید بازی اورجینال انجام بدین یا آنلاین بازی‌ها رو بخرید، هزینه‌ای که کنسول براتون داره حتی بیشتر از PC یا لپتاپ گیمینگه. چون ما توی PC فروشگاه‌های مختلفی مثل استیم، اپیک و گوگ داریم که اینا هر چند وقت یه بار بازی‌هاشون رو مجانی می‌کنن. در واقع ماهی نیست که PC گیمرها یا اونایی که رو لپتاپ گیمینگ بازی می‌کنن چند تا بازی مجانی قانونی نتونن بخرن. و خوبیش هم اینه که وقتی این بازی‌ها رو دانلود می‌کنین، شما واسه اینکه آنلاین بازی کردنشون هیچ هزینه اضافی نباید پرداخت کنید. ولی روی PS4 و Xbox اینجوری نیست، شما حتی اگه بازی‌ها رو پول بدین قانونی هم می‌خرین، باید یه هزینه اشتراک جدا واسه اکانت‌های PlayStation Plus روی PS4 و اکانت‌های Gold روی Xbox بدین تا بتونین فقط بازی‌ها رو آنلاین انجام بدین. به خاطر همین اگه دنبال آنلاین بازی کردنین، به هیچ عنوان کنسول تو این بازار بهتون پیشنهاد نمی‌کنن، چون اینکه همین که بعد بالای یه تومن حداقل واسه همه بازی‌ها خرج کنین تا بازی‌ها رو قانونی بخرین، دو اینکه باید کلی پول بدین تا اکانت پلاس بخرید یا اکانت گولد بخرید. قبلا توی بازار اکانت‌های پلاس هکی یا گولد هکی وجود داشت که سونی و مایکروسافت اومدن همه این راه‌ها رو بستن و شما امروز بعد الان برای اکانت پلاس یک ماه، یعنی فقط برای یک ماه، اجازه آنلاین بازی کردن روی پلی استیشن نزدیک 300 تا 400 تومان بدید. ولی اگه فقط دنبال بازی سینگل پلیر رو آفلاین هستین، بهترین زمان الان برای خرید کنسول PS4 چون که آخرین نسخه کرکش اومده و همه بازی که تا امروز واسه PS4 اومده رو شما میتونین بدون پرداخت حتی یه ریال خودتون یاد بگیرین دانلود کنین بازی کنین. بیان یه نتیجه گیری کنین. اگر شما هیچ مشکل مالی ندارین و هیچ مشکلی واسه هزینه کردن ندارین، اول اینکه سگ تو روحتون، دوم اینکه خب برین یه PC فوق العاده خفن ببندین با کارت گرافیکای جدید سری سی اینویدیا که بین 80 تا 120 میلیون تومانه و بقیه قطعاتتون هم بین 30-40 تومن ببندین و به خلاصه با 170 میلیون تومن یه PC خدا ببندین و پوزشو به دیگران بدین. ولی از اونجایی که میدونم تو این بعض مملکت اکثرا این همچین شرایطی رو ندارن، بیم سراغ گزینه‌های بعدی. اگه میخواین بین 30-40 تومن هزینه کنین، من دارم نظر خودم رو میگم، بهتون نمیگم چیکار کنیم، ولی پیشنهاد من اینه که فعلا سراغ لپتاپ گیمینگ برین تا خریدن کیس. میدونم کیس شاید قدرتمندتر باشه، اما یک، نمیتونین با خودتون این برون بر ببرین، دو، اصلا الان به صرفه نی. شما یعنی با 40 میلیون تومان میتونین یه PC ببندین با یه کارت گرافیک خیلی معمولی، ولی همون 40 میلیون تومان رو میتونین یه لپتاپ گیمینگ بخرین که فوق العاده کارت گرافیکش قوی‌تر و بازی بیشتری میتونین روش انجام بدین. خب من عینی الان این قضیه تفاوت قیمتا رو نشون میدم دوستان. این الان سایت همون روچساس، دو تا لپتاپ شما مثلا به صورت تست میبینیم.
ببینید این یه لپتاپ ایس پردیتور تریتون 300 میبینید یه کارت گرافیک RTX 2070 مانیتور 240 هرتز ویندوز 10 اورجینال 16 گیگرم و 512 گیگ SSD. قیمتش چنده؟ 42 میلیون 42,790. حالا بریم فقط یه چیزو ببینیم با هم توی گوگل خرید کارت گرافیک 2070. ببینیم قیمت کارت گرافیک 2070 که میخوایم بندازیم روی پی سی فقط چقدر میاد. اولا که اصلا موجود نیست تو این بازار، تخمشو ملخ خورده. اصلا کارت گرافیک 2070 نه، یه کارت گرافیک خیلی ضعیف‌تر، یه کارت گرافیک خیلی ضعیف‌تر مثل 1660. 1660 خیلی ضعیف‌تر از 2070. یه کارت گرافیک 1660 الان می‌خوایم برای کامپیوتر یا کیستون بگیری فقط 25 میلیون تومانه. یه رم 16 می‌خوای براش بگیری میشه 2 میلیون تومان. یه مانیتور 240 هرتز هم می‌خوای بگیری قطعاً بالای 10 میلیون تومانه، به اضافه رم و همه اینا همچین چیزی قطعا میزنه بالای 50 میلیون تومان، به اضافه این که کارت گرافیکتون هم 1660 یعنی به اندازه 3070 مثلا، یعنی نزدیک 3070 هم نیست، 3070 خیلی قوی تره. خب شما میایین مثلا 50 تومان خرج همچین سیستمی میکنید با کارت گرافیک 1660، من اگه باشم برام خیلی به صرفه تره بیام یه لپتاپ بگیرم 42 میلیون تومان با کارت گرافیک 2070، هر جا میخوام میتونم با خودم ببرم. یه دونه دیگه هست که رایزن سی پی یوش رایزن 4900 HS که قوی ترین سی پی یو که رو لپتاپ وجود داره، یعنی سی پی یوش خداست. کارت گرافیک RTX 2060 40 میلیون تومان. یه همچین سی پی یو رو فقط بخوایم برای پی سی تون بگیریم بالای 25 تومان در میاد. یه همچین سی پی یو با همچین قدرتی. RTX 2060 هم اگه گیرتون بیاد قطعاً بالای 25 تومانه. یعنی یه همچین مشخصاتی رو بخواید روی پی سی ببندین، بهتون قول میدم زیر 60 تومان نمیتونید. خب شما میتونید با 40 میلیون تومان بیان یه لپتاپ گیمینگ بخرید. بازم میگم علاوه قیمتی معمولا جای دیگه دنیا بستن پی سی ارزان‌تر در میاد، ولی توی ایران الان شرایط جوریه که با مشخصات یکسان لپتاپ گیمینگ خیلی ارزان‌تر از پی سیه. زمین این که میگم هر جا میخوای میتونی با خودتون ببرید. مزیه دیگه اش اینه که فروشش خیلی راحت تره. شما بعد از یه مدت یه پولی جمع کردین میخواستین یه لپتاپ بهتر بخرین، همون لپتاپ میذارین تو دیوار و میفروشین، ولی میخواین پی سی تون رو بفروشین بعد قطعش کنین جدا جدا تو بازارهای مختلف بفروشین که دهنتون آسفالت بشه. آخر سر هم بعد بریم به یکی از این فروشگاهایی که تو پاساژ هستن بفروشین که اونا رو با قیمت مفت تخمی ازتون میخرن. دوباره پیشنهاد میکنم اگه بودجه بین 30 تا 40 تومن داریم بازم فعلا پی سی رو بخیال شین تو این بازار تخمی کارت گرافیک و برین سراغ لپتاپ گیمینگ. اگر هم میخواین کمترین هزینه رو واسه گیم بکنین، خب بهترین آپشنی که میتونم بهتون بدم الان کنسول PS4 که همه بازیاشو میتونی هکی بازی کنی. بازم میگم برای بازی آنلاین انجام دادن بازی روی کامپیوتر به صرفه تر از کنسوله، چون اینکه هزینه اشتراک جدا واسه آنلاین بازی کردن نداره و هر ماه کلی بازی رایگان واسه پی سی میاد که میتونین قانونی دانلودش کنید و رایگان هم آنلاین بازی کنید. چی از این بهتر؟ در آخر آرزو میکنم وضع مملکت یه جوری بشه، جیوهای هممون پرپول بشه که هر چی عشقمون میکشه بتونیم بخریم، هر کارت گرافیکی، هر سیستمی، هر کنسولی و هر چی خلاصه دلمون بخواد. بچه‌ها امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. تا جایی که میدونستم اطلاعات داشتم سعی کردم شما راهنمایی کنم. اگه سوالی براتون پیش میاد حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین، حتما برامش جواب میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتین خیلی ممنون میشم یه دقیقه وقت بذارین ویدیو رو با دوستاتون شیر کنین، یه کامنت بذارین این زیر و کانال منو سابسکرایب کنین. خیلی دوستتون دارم. ولن خداحافظ.